پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری تتر، تایید کرده که برخی از صندوق‌های تأمینی از زمان فروپاشی پروژه ترا در ماه می به صورت هماهنگ در تلاشند تا با ایجاد فشاری میلیاردی به نقدینگی تتر آسیب بزنن تا در نهایت بتونن این استیبل کوین رو با قیمتی بسیار پایین تر باز خرید کنن. فروش استقراضی یه استراتژی سرمایه گذاریه که طی اون سرمایه گذار یه دارایی رو قرض میگیره. بلافاصله اون رو در بازار میفروشه و قصد داره بعداً اون رو با قیمت کمتر خریداری کنه تا ما با تفاوت رو به جیب بزنه. این استراتژی به سرمایه گذار اجازه میده تا از کاهش ارزش یه سهم یا دارایی سود کنه. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز می‌خوایم به تلاش‌های هماهنگی که برای کاهش قیمت تتر انجام میشه بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. تتر چطور کار میکنه؟ تتر یه استیبل کوین دارای پشتوانه فیاته. به ازای صدور هر توکن USDT در شبکه بلاکچین، یک دلار آمریکا به عنوان ذخیره در حسابی سپرده میشه. اگرچه ادعاهایی درباره عدم وجود ذخیره دلار کافی در حسابهای شرکت سازنده تتر شنیده میشه، اما هنوز این موضوع به طور علنی به اثبات نرسیده. اما رمزارز پایدار دیگه‌ای که در اردیبهشت 1401 سقوط کرد از نوع الگوریتمی بود. این کوین فاقد پشتوانه فیات و حتی پشتوانه رمزارزی قوی نظیر اتریوم و بیت کوین بود و تعداد توکن‌های اون در شبکه بر اساس عرضه و تقاضا کنترل می‌شد. همیشه نگرانی‌هایی درباره ارزهای دیجیتال پایدار اینچنینی وجود داشت. ولی تا قبل USD هیچ کدوم نتونسته بود بازاری به ارزش چند میلیارد دلار پیدا کنه. اگرچه تتر و ترا USD هر دو در دستبندی ارزهای دیجیتال پایدار قرار می گیرن، اما از یک نوع نیستن. تا زمانی که تتر به انتشار گزارش‌های مستمر درباره حساب‌های ذخیره‌اش ادامه میده، میشه از بابت پایدار موندن قیمت اون و عدم سقوط تتر به زیر یک دلار مطمئن بود. علاوه بر این گفتنیه که بنیاد تتر لیمیتد در تاریخ 19 می 2022 گزارشی منتشر کرد که خبر از کاهش 17% اوراق تجاری این شرکت نسبت به فصل پیش میده. اوراق تجاری در واقع اوراق قرضه و سهامی هستند که برای یک شرکت پشتیبان استیبل کوین دارایی پر ریسک محسوب میشن. حالا این شرکت فقط 20 میلیارد دلار از مجموع 75 میلیارد دلاریش رو در اوراق تجاری سرمایه گذاری کرده و باقی این سرمایه به صورت نقدی نگهداری میشه. در نظر داشته باشید هیچ وقت نباید تمام سرمایه‌تون رو به تتر یا هر ارز دیجیتال دیگه ای اختصاص بدید. بهترین کار تقسیم پول بین دارایی های مختلفه. همچنین باید بازار رو به طور مستمر رصد و اخبار رو دنبال کنید تا در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی در بهترین زمان ممکن دست به کار بشید. کمی بعد از فروپاشی پروژه ترا و سقوط آزاد استیبل کوین الگوریتمی USD، وال استریت جورنال گزارش داد که صندوق‌های پوشش ریسک به شورت کردن استیبل کوین تتر روی آوردن
و ارزش این پوزیشن های معاملاتی صدها میلیون دلار برآورد میشه. شورت سلینگ یه استراتژی معاملاتیه که در اون معاملگرانی که احتمال کاهش ارزش یه دارایی رو میدن اون رو قرض گرفته و بلافاصله در بازار آزاد میفروشن. در ادامه و با ریزش قیمت اون دارایی رو با قیمتی پایین تر میخرن و بدهیشون رو تسویه میکنن و در این بین از تفاوت قیمت ایجاد شده سود میبرن. اظهارات مدیر ارشد تتر. همزمان با این گزارش، پاولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری شرکت تتر، در رشته توییتی به اون واکنش نشون داد. آردوینو ضمن تایید این گزارش گفت هدف این صندوق‌های پوشش ریسک ایجاد ترس و FUD در بازاره تا بتونن پگ 1 دلاری این استیبل کوین رو از بین ببرن و در قیمت‌های پایین‌تر USDT بخرن و وام‌هاشون رو تسویه کنن. اون این موضوع رو نشأت گرفته از بدبینی ایجاد شده بعد از ماجرای ترا و UST به استیبل کوین‌ها دونست. آردوینو در بخش دیگه ای از صحبتهاش ضمن تکذیب شایعات پیرامون ذخایر پشتوانه استیبل کوین USDT به این موضوع اشاره کرد که در حال همکاری با نهادهای نظارتی و ایجاد شفافیت در این خصوص هستیم. اون همچنان افزود که در حال فاصله گرفتن از اوراق تجاری هستیم، به طوری که ارزش CP های مورد استفاده توسط تتر از 45 میلیارد دلار به 8.4 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و طی ماه‌های آینده این میزان به 0 خواهد رسید. شرکت تتر استفاده از اوراق تجاری و گواهی سپرده رو کاهش داده و به این کار ادامه خواهد داد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید به نظر شما ممکنه تتر به سرنوشت ترا USD دوچار بشه و 0 بشه؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.